درود و وقت شما بخیر. به این پس از خبر خوش آمدید. همه ساله با رسیدن فصل گرما در افغانستان جنگ شدت میگیره و طرفهای جنگ هم در برابر همدیگر اعلام عملیات میکنند. پیش از این همزمان با آغاز سال 98 هجری خورشیدی، حکومت افغانستان عملیات بهاری را زیر نام خالد اعلام کرد. مقام های امنیتی کشور میگن که از بین بردن پناهگاه های مخالفان مسلح دولت و تصفیه مناطق زیر کنترلشان از اهداف ای عملیات است. اما گروه طالبان هرچند عملیات بهاریشان امروز اعلام کردند، اما از آغاز سال جاری به ایسو بخشای از افغانستان که شاهد جنگ های شدیدی بودند. پرسشی که به میان میایه، کوبیدن دو طرف بر تبل جنگ چقدر میتونه سناریوی تکراری گفتگوهای صلح را بار دیگر زیر پرسش قرار بده؟ واقعا شهروندای افغانستان طعم صلح را به این زودی ها خواهند چشید یا خیر؟ و این مهم تا دقایق دیگر با دو مهمانم خواهم پرداختم. آنچه قابل یادآوری هست، مسئولان حکومتی، مسئولان وزارت دفاع ملی با تماس های مکرری که همکاران ما داشتن، هیچ یک از سخنگویانشان حاضر نشدند که پای این برنامه بیاین و این هفتمین یا هشتمین بار است که همکاران ما میکشن اما بی نتیجه برخواهیم گشت. در این برنامه پس از خبر، آقایان امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و جنرال نبی طوفان نظامی پیشین اینجا در استودیو با ما هستند. اما خوشبختانه آقای میسم را امشب داریم با خود، اما هیچ یک از سخنگویان وزارت‌های سکتوری، سکتور امنیتی افغانستان به برنامه‌های آریانا نیوز تشریف نمی‌آورند. معلوم نیست چرا. همکاران که برشان تماس می‌گیرند می‌گویند که مصروف هستیم. مصروفیت در این حد که در 8 یا 9 شبی که پیهم از ایشان دعوت می‌کنیم حاضر نمی‌شوند. سخنگویان وزارت دفاع ملی دیری است که به برنامه ها تشریف ناوردن. خیلی خوش آمدین جناب میسم، ممنون از اینکه شما تشریف آوردین. امید دارم این شکایتی که هست را با رئیس اجرایی شریک بسازین تا حداقل متوجه بسازن ادارای امنیتی را. بحث را از اینجا آغاز میکنیم که با آغاز فصل بهار، کوبیدن به تبل جنگ از طرف حکومت و در کنارش طالبان، پیام رسان چی بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با درود خدمت شما جناب صاحب ملت صلح دوست و بزرگ افغانستان، شب همه بخیر. حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات که از کارویژه های اساسیش به شمار میره و در اولویت ما قرار داره، دو تا گزینه را ما در دستور کارمان داریم. گزینه اول ما است که ما جنگ را راه حل نمیدانستیم، نمیدانیم و در آینده با جنگ و خشونت هیچ گروه تروریستی نمیتونه که به سرنوشت ملت افغانستان حاکم شوه، به جز از این که ما شاهد خونریزی هموطنان ما باشیم. گزینه اول ما صلح است. رسیدن به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو، دیالوگ بین الافغانی. شما میدانید که در دوران حکومت وحدت ملی ما شاهد بیشترین تلاش های صلح در درون افغانستان و در سطح منطقه بودیم. چقدر این تلاش ها واقعی بوده؟ پرسش که شهروندان میپرسن. قطعا همه مردم طرفدار صلح هستند. کسانی که در حکومت هم کار میکنه بخش از مردم افغانستان است. اینا کسانی غیر از مردم افغانستان نیستن. اگر شما رئیس اجرایه، رئیس جمهور، معاونینشان، کابینه افغانستان، والیا و قماندانا و جنرالا، همه و همه بالاخره بخش از مردم افغانستان است و اینا طرفدار صلح هستند. شما بارها شاهد اظهارات رئیس اجرایه بودین. اونا اگر پرسش مطرح شده که آیا شما به قیمت چوکیتان حاضر هستین که اگر صلح واقعی به وجود بیاید، بارها رئیس اجرایه گفته که اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه و او اطمینان حاصل شوه، من به مراتب خرسند هستم که به عنوان یک شهروند عادی در فضای صلح و برادری در افغانستان زندگی کنم، تا اینکه به عنوان رئیس اجرایه هر روز ما شاهد حوادث ناگوار در کشور ما باشیم. اما شما خوب این را به یاد مطمئن هستم که دارین که تضاد دیدگاه بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی در این مورد حداقل تا 6 ماه گذشته یا
پنج ماه گذشته بود یا وجود داشت؟ ببینین در نظام های دموکراتیک ممکن است ما تفاوت دیدگاه را داشته باشیم، حتی تعریفشان از صلح و گفتگو با طالبان، اما ما به قاطعیت یک نکته را میتونم خدمت شما و مردم افغانستان عرض کنم که برای تحقق صلح و ثبات پایدار کدام اختلاف دیدگاه نه تنها که در درون حکومت نیست، ممکن است در قشر سیاسی افغانستان هم نیست و در هیچ بخش از مردم افغانستان تفاوت جدی برای این مهم در پنج ماه گذشته هم حاکم بوده. پس این سخنانی که حالا شما میزنید، ببینین همیشه ممکن است ما برای رسیدن به صلح و ثبات تفاوت های وجود داشته باشد، اما اصل رسیدن به صلح و ثبات پایدار با عزت، با حفظ ارزش ها و دستاورد ها، ای جزء آجندای اصلی حکومت وحدت ملی، چو رئیس جمهور، چو رئیس صاحب اجرائیه و حتی کسان دیگه ای که امروز ممکن است اختلافات جدی سر مسائل مختلف با رهبری حکومت وحدت ملی داشته باشد، اما در قضیه صلح شما میدانید که شورای مصالحه ملی چهره های مختلف را در او محور جمع شده برای تشکیل یک اجماع کلان، تقویت اجماع ملی و رسیدن به صلح و ثبات. اجازه بدین من گپ تکمیل شوه. این گزینه اول ماست. ما هیچ وقت جنگ ترجیح ندادیم و ترجیح نمیدیم، اما ما به عنوان یک حکومت مسئولیت داریم که جان و مال عزت مردم افغانستان پاسداری صورت بگیره. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داریم، استخبارات در اینجا در تشکلات نظام افغانستان هستن که اینا مسئولیت داره که از اگر کسان دیگه خشونت بر ما تحمیل کنه، بر ما جنگ تحمیل کنه، بخوای از راه زور بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شوه، ما مسئولیت داریم که از راه جنگ جواب دندان شکن بر از اونا بتیم. از استخبارات یاد کردین، حالا اجازه در نتیم که اونا بر سرنوشت کشور ما استخبارات یاد کردین. حالا اگر استخبارات به قول برخی اینقدر فعال می بود، این چون این طالبان ریشه می دواندن در ولایت های مختلف کشور و این چون این عملیات الفتح را اعلام می کردن. خب اگر ما این را ریشه یابی کنیم، شما می دانید که طالبا حامیان بسیار بسیار قوی و خطرناک در سطح منطقه داره. این بحث چهار تا آدم فراری جناس بزرگ داره در کوهای افغانستان نیست که بتانه یک دهه بیشتر از یک و نیم دهه در مقابل یک ملت اینا جنگ کنه و تاب بیاره. اینا ریشه های منطقه‌ای داره به لحاظ تسلیحاتی، نیروی امنیتی داریم، فکری، حمایت های بیرونی دارن و بخش های مختلف اینا به گونه لازم تا امروز تغذیه شدن و کماکان تانستن به حیاتشان ادامه بدن. تشکر جناب رسول، خوش آمدید. شما بحث را ادامه میتیم از اینجا که حالا الفت در برابر عملیات خالد نیروهای امنیتی چی جریان داره اینجا؟ تشکر، سلام به شما، سلام به دوی میسمس بینندگان تلویزیون شما. واقعا دو گپی هست که سالهای متمادی تکرار میشه. ما هر بهاری یک برنامه برای عملیات و سرکوب دشمن داریم از طریق وزارت دفاع و داخل و امنیت، یک راهکار یک راه برد. طالبان هم هر بهاری چیزی را اعلان دارند تحت نام الفت و منصوری و غیره، نامهایی را برش میبونند که باید برای از بین بردن قوت ها و تضعیف نظام عمل میکنند. این دو گزینه را باید ما با دقت ببینیم. با این گپ ها و این سخن ها باید با یک دقت و ژرف باید نگاه شوه. نگاه ژرف ما به این پروسه که مثلا ما پلان گذاری میکنیم. وزارت دفاع افغانستان پلان عملیات خود را به نام خالد وقتی که ترتیب میکنه، تماما بحث های کلان، تشخیص اهداف و تحریف از اهداف، امکانات، ظرفیت ها، مواد مادی و نیروهای بشری، همه از مطالعه میشه و قوت ها و تجهیزات ما شامل پلان میشه. حالا نیرویی که بیش از 65,000 در افغانستان خوانده نمیشه، یعنی طالبان، واقعا نیروهای امنیتی افغانستان که 350,000 یا کم و بیش هستند توانایی نبرد را در مقابل این گروه ندارن؟ دقیقا ما خدمت شما را تشریح میکنم. گپی بسیار مهم و ظریفانه هست اینجا. ما قوت های پلان که جور میکنه وزارت دفاع یک پلان جبهوی ایجاد میشه و جور میکنه، اما طالب ها را منعیز یک گروپ چریک، گروپ های چریکی، پارتیزانی و گوریلایی مطالعه میکنیم. شما در تاریخ جهان و در تاریخ افغانستان تجربه دارین که گروپ های چریکی و گوریلایی در الجزایر، در کوبا، در چین، در افغانستان، در سایر نقاط دیگه که تونستن مدیریت کردستن، این گروپ های چریکی و گروپ های پارتیزانی حتی نظام را سقوط دادن. من جمله در افغانستان
وقتی که مجاهدین حرکت کردن، جنگ‌های چریکی کردن و حمایت‌های بیرون خود تنظیم کردن، پیدا کردن، بعد از اون تونستن یک نظام کلانی که حمایت پشتوانه قوی جهانی هم داشت و سقوط داد. اما استخبارات قوی میتونه حتی همون چریک‌ها را از بین ببره یا گروه‌های چریک. دقیقاً. دو عصر بسیار دو موضوع بسیار مهم است. یک، هنر جنگ که هزاران سال قبل کتابش تدوین شد. 250 سال قبل تئوری دیگری در رابطه با تئوری جنگ چریکی تدوین شده است. حالا اگر ما بخوایم که یک قماندان پلان فعالیت ماربی وزارت دفاع را خالد گرفته در ساحه زون شرق عملیات میکنه، بدون راپور کشف و استخبارات هر نوع حرکت قماندان ظالمانه هست و تلفات برش بار میره. وقتی که ما میسم صاحب از ریاست استخبارات در جنب قوت های دفاعی و امنیتی ما بحث کردن، ریاست عمومی استخبارات افغانستان باید جال استخبارات در تمام ساحات افغانستان پهن بکنن و از هر نوع حرکت گروپ های پارتیزانی و چریکی دشمن با خبر باشن. نوی سلا و چقدر این مهم در حال حاضر وجود داره؟ باور ما بر این هست که در این پلان خالد همان گونه ای را که دولت اسلامی افغانستان اراده ای برای صلح را نداشتند و خوب یک کارشیوه ای را برای صلح تدوین کرده تا امروز نتونستند، امی پلان هم به عدم تشریک مساعی قوت ها عملا اینجا دیده میشه که وزارت دفاع، داخله، امنیت به یک تشریک مساعی در گذشته هم نداشتیم که ما در وقت برحال در وزارت دفاع بودم هم وجود نداشته و فعلا هم تشریک مساعی وجود نداره و باعث تلفات و ضایعات هم میشه. تشکر. واقعا وزارت دفاع ملی افغانستان و نهادهای سکتور امنیتی در فقدان پلان امنیتی در برابر مخالفان یا پلان نبرد در برابر مخالفان قرار دارن. در چنین وضعیت پاسخ این پرسش را کی باید بگوید؟ سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع ملی افغانستان به برنامه حاضر نمیشن. ماده 50 قانون اساسی افغانستان که حق هر شهروند میدانه گرفتن و دادن اطلاعات را، این ماده قانون اساسی افغانستان زیر پا میشه و قانون رسانه های همگانی اینجا زیر پا میشه. اما جناب میثم، با مواردی که شما اشاره کردین و بحثی که جناب جنرال صاحب داشت، هر روز نیروی امنیتی افغانستان جان خود را از دست میدن. واقعا در عدم موجودیت پلان، اتخاذ تدابیر بیشترش بحث شد، حق یک دولت است. حتی دولت هایی که ممکن است درگیر منازعه نباشه، اما اونا تدابیر امنیتی خود را می داشته باشن. اما جناب جنرال میگن اینجا در کناری که برای صلح پلان نیست، برای جنگ هم نیست، از کشورش پاسداری کنه. اما بحث صلح من به صراحت گفته میتونم که در دو سه سال اخیر دوران حکومت وحدت ملی ما شاهد تلاش های بی پیشینه در درون افغانستان و در ورای مرزهای افغانستان بودیم. در جنگ چی؟ در جنگ هم شما ببینین، برای کار آمدن حکومت وحدت ملی ما یک دفاع مستقلانه را تجربه میکنیم. نباید ما فراموش کنیم این است که 45,000 سرباز امنیتی کشور که در 4 سال به گفته رئیس جمهور اینجا جان خود را از دست میتن، دلیلش نبود یک پلان جامع هست. ما نباید فراموش کنیم که تا قبل سال 2014 150,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور داشتند. عملیات ها به عهده سربازهای خارجی بود و اینا از تمامت ارضی افغانستان پاسداری میکردن. یک روز باید شما اینا مسئولیت را میگرفتن. شما قطعا میگرفتن. برای کار آمدن حکومت وحدت ملی ما دفاع مستقلانه را تجربه میکنیم تا امروزه که سال پنجم است و ما شاهد فراز و فرودها بودیم، مشکلات داشتیم، اما در اواخر شما میدانید که حملات هوایی افغانستان افزایش پیدا کرد. با توجه به تجربه‌ای که در سالهای گذشته داشتیم، ما کماندوی افغانستان ارتقا پیدا کرد تشکیلاتش به قل اردو و ما یک پلان جامع امروز داریم. با وجود از این که من خدمت شما عرض کردم که گروه های تروریستی در افغانستان، اما با توجه به گزارش هایی که وجود داره بیش از 21 گروه تروریستی جنگ میکنه در مقابل دولت و مردم افغانستان، ما شاهد مشکلات هستیم، اما پیشرفت ها را گام به گام هر شهروند تجربه کردیم در سال چرا خیر. باید هر سرباز افغانستان جان خود را از دست بده؟ جناب جنرال صاحب اشاره میکنن که اینجا فقدان پلان هست، پلانی که جامعی باشه تا جان این سرباز را حفظ کنه. در عدم موجودیت اطلاعات استخباراتی عمل میشه. ببینین، هیچ شکی به وجود نداره که پلان هست،
پلان وجود داره، اما این که در جنگ ما تلفات را می داشته باشیم، اگر از این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شهید میشه، او طرف هم ما شاید کشتار فراوانی از دشمنای مردم افغانستان هستیم. به دلیل از اینکه بسترهای برای بازتولید گروه های تروریستی در سطح منطقه فعال است، به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ نابود میشه، دوباره بازتولید تروریسم صورت میگیره و ما شاهد تداوم جنگ در افغانستان هستیم. اما قزای میگن آنچه که هر دو طرف از دست میده جز شهروندای افغانستان و فرزندان این مرزبوم چیز دیگه ای نیست. متاسفانه ما بارها صدای خود بلند کردیم که این جنگ افغانستان تباه میکنه. آقای کرزی، او را فرزند این کشور میخونه، شما او را دشمن. تا زمانی که در مقابل ما جنگ میکنه، دشمنای مردم افغانستان است. ممکن است اکثریتشان افغانا باشن. ما با میخواد صدای خود بلند میکنیم که جنگ به نفع افغانستان نیست و گروه های حراس افکار نمیتونه که از راه خشونت بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شود. نیاز است که ما یک دیالوگ بین الافغانی را آغاز کنیم که هر روز مانع اصلی دیالوگ هم طالبان شامل از اینکه من با شما صحبت میکنم. اونا حاضر نشدن. اگر ما تمامی آمادگی های لازم از سالها به این طرف داریم، اگر در گذشته ما یک طرح جامع، یک نگاه روشن برای صلح نداشتیم، امروز داریم. در گذشته اگر ما حیات مذاکره نداشتیم، امروز ما داریم. اگر در گذشته اجماع ملی در پیوند به پروسه صلح افغانستان در درون کشور ضعیف بود، امروز او در حال تقویت شدن است و تقویت شده. و در سطح منطقه هم شما شاهد تلاش‌های بی‌پیشینه ایالات متحده آمریکا و همکاران به ایملی ما هستین. هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مسلح حکومت و گروه‌های حراس افغان باقی نمانده که کماکان به جنگشان ادامه بده در کشور. تشکر. ما جناب جنرال صاحب، حالا هدف امسال مخالفان مسلح حمله به شهرهای افغانستان خوانده شده. چطور با این قاطعیت می گروهی که تعدادش بیش از 60,000 یا 65,000 نیست، این همه قاطعیت از خود نشان میده، حمله میکنه به برخی از شهرها؟ شما مطمئنن گزارش های امروز رو تعقیب کردن، جناب بایسم هم تعقیب کردن، اما سوال این است که باز هم حکومت افغانستان به دنبال چی هست و در پی چی؟ ما دیدگاه ما متفاوت تر از دیدگاه جناب میسم صاحب هست، فرق میکنه. نظر ما با نظرشون محترم میکنم به نظر جناب میسم صاحب. باور و نظر ما ای هست که وزارت دفاع یک پلان را شاید بین وزارت دفاع و داخله و امنیت بسازن. پلان ساختن جزی از وظایف اینا در هر بهار و در هر زمستانی هست. اما بحثی است که مدیریت پلان چگونه هست. ما اگر پلان ساختیم چگونه پلان را مدیریت میکنیم؟ هر استراتژی که وقت تدوین میشه، بحثی کلانی از استراتژی را مدیریتش تشکیل میده. این پلان های کلان فعالیت ماریبوی هست برای از بین بردن دشمن. دشمن پلان را کمیم سال جور کرده، دو گپی بسیار عمده داره که ما باید تمکن کنیم. دو گپشان، یک، وایدای داری که تحت تسلطشان است، آخرین تلاش دارن که او را فعال بسازن. دو گزینه در این فعال سازی دارن. یک، اینا میتونن اقتصادی بهتر از اونجا بگیرن، تریاک کشت بکنن، با قاچاق مواد مخدر اینا هم گام حرکت بکنن و در این زمان عشر و زکات جمع بندی کنن که اقتصادشون تقویت شه. گزینه دوم، اینا سربازگیری میکنن. وقتی سربازگیری کردن، اینا به نیروی خود میافزاین و تعلیمات میدن. امین هست که جنگ‌های چریکی و پارتیزانی و گروپی را در شهرها دخول اجرا میکنن، راه باز میکنن و داخل قطعات عسکری داخل میشوند، داخل گارنیزون‌ها میان، در محلات مسکونی مردم انفجار و انتحار داده میشه. اما چیزی که بسیار قابل فکر است و سر زو باید بیندیشیم که طالبان یک گزینه دیگر مفروض کردن امسال در پلانشان که دفاع از برای جلوگیری و کاهش از تلفات ملکی. این امر در گذشته ها نبود در پلان‌های طالبان. چگونه طالب ها میتونن این را زمینه کردن که این سوال همین است. حالا اگر به شهرها حمله شود، در شهرها کیست؟ شهروندان این کشور یا غیر نظامیان هستند؟ چقدر متاثر خواهند شد بار دیگر؟ دقیقاً همین جهت است که قانون منازعات مسلحانه عملا نقص است، قانون حقوق بشری نقص است. این حرف یک حرف اضافی است که طالب ها اینجا جا داده سند و برای فریب گفته ای گپا. امران وقتی که انتحار در یک چوک صورت بگیره، اونجا مردم محلی و مردم عام به افغانستان تلفات و ضایات میکنند. کمتر نیروی نظامی دیده میشه. بله دقیقاً. فلهازا این گپ هایی است که در پلان راهبردی طالبا هست. اما ما در برابر چی داریم؟ حکومت افغانستان دقیقاً پس در این وضعیت چه باید داشته باشه؟ بله. ما در این رابطه چی داریم؟ در این میدان مبارزه و میدان جنگ، در این فصل جنگی ما چی باید داشته باشیم که مردم ما در یک وضعیت خراب تلفات و ضایعات روبرو نشه، ما دفاعی بکنیم؟
ببینید ما بسیار متاثر به این هستم که نتانستیم تا 4 سال حکومت وحدت ملی و در حال ختم از حکومت وحدت ملی 45,000 سرباز ما تلف میشه. افسوس از برای او سرباز عزیز ما، به او افسر ما، به او برتمل ما که در میدان محاربه کشته میشوه. چرا؟ ما وقتی که پلان میکنیم پلان ما را مدیریت نمیکنیم، نتیجه مدیریت ما تابوت روان کردن به خانه های هموطنان ما هست که فرزندانشان را داخل تابوت خانش روان میکنیم. پس چی پیشنهاد میکنین به این وضعیت برای جناب میثم که بخش از حکومتن؟ پیشنهاد ما این هست که باید حکومت با یک درایت کلان منعیس مسئول، منعیس کسی که در نظام حرفی اول رهبران سیاسی نظام میزنن، یک تشریک مساعی و یک مدیریت بهتر ایجاد بکنن، هم در سطح پروسه صلح و هم در جنگ. متاسفانه در این بهاری که آمد جنگ به شکل بسیار شدیدش پیش بینی میشه، اینا در تغییر و تبدیلی رهبری قوتهای دفاعی و امنیتی هستن. این تغییر و تبدیلی باعث رفع مشکل و جلوگیری از چالش های کلان نمیکنه. عملا شما وزیر دفاع افغانستان آوردین یک آدمی مریض است، شاید یک آدمی متخصص در مسلک خود بده باشه و او آدمی تحصیل یافته باشه، اما در مسلک نظام و جنگ مدیریت کرده نمیتونه. معاون وزارت دفاع درست است که یک بدنه وزارت دفاع ملکی هست، یک آدمی ملکی را آوردین در خط مقدم جبهه میره و جنگ مدیریت میکنه. ما پیشنهاد ما این است که تفکیک به گونه دو قدمه ای باید که وجود داره، چون تلفیق هنر و تلفیق علم در عسکری برایندش استراتژی هست، اپراتیفی هست و تکتیک است. اینجا باید تفکیک شود بخش استراتژی که این افراد ملکی هستن، پلان گذاری باید بکنن، منابع را باید آماده بکنن، جنگ باید لوی درسیز و قوتهای مسلح یونیفرمدار بکنن. تشکر. چرا میسن بیاین که اول یک پرسش مردمی را شریک بسازیم، در ادامه باز میایم روی مواردی که پیشنهاد کردن جناب جنرال صاحب. واقعا دهی 70 در حال تکرار شدن است در افغانستان؟ ما امیدوار هستیم که از راه دیالوگ و گفتگو به نتیجه برسیم. گام‌های جدی هم در روزهای اخیر برداشته شده. تا چند روز دیگر ما شاهد یک نشست بین الافغانی خود بودیم در دوحه قطر و یک هیئت فراگیر ملی که در گذشته ما در فقدانش قرار داشتیم، امروز او ایجاد شده، اجماع ملی تقویت شده. امیدواری ما است که مسئله افغانستان از راه دیالوگ و گفتگو حل شود. امیدواریتان است، اما ضمانتی وجود ندارد. تلاش‌های بسیار جدی هم مرز کردم در جریان صحبت‌های، تلاش‌های بسیار جدی صورت گرفته. ما این تلاش‌ها چندین سال است که از او سخن زده میشه، اما نتیجه‌اش تا اینجای در هیچ سال به میزان ماه‌های اخیری امسال و سال 1397 تلاش‌ها را ما در راستای صلح شاهد نبودیم. واقعاً 70 تکرار نخواهد شد؟ پرسشی که هر شهروند داره. به هیچ صورت تلاش‌های ما بررسی است که انشاءالله ما همکاران بین‌المللی ما هم پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه، تسهیلات فراهم میکنه. انشاءالله که ما در آینده نزدیک شاهد تحقق صلح واقعی پایدار با عزت در افغانستان خواهد بود. چقدر به آنچه جناب جنرال پیشنهاد کردن خودتان باور دارین که عمل شود؟ ما از هر پیشنهاد هر شهروند افغانستان استقبال میکنیم. اما چقدر عمل؟ یک نکته را اجازه بدین عرض کنم. با آمدن آقای خالد، شما میدانید که در افغانستان مردم و شهروندان استقبال واقعا بی سابقه کردن. آقای خالد، آقای در وزارت دفاع، آقای صالح در وزارت داخله، منجر به تشویق شهروندان و استقبال شهروندان شاید در دوران حکومت وحدت ملی بگونی بی سابقه ما مواجه شدیم. اما اینا جناب صاحب انتقادات داشتن که ما به نظرشون احترام داریم، اما باور ما آنچه را پیشنهاد کردن، فکر میکنین شما به نیست یک سخنگوی حکومت چقدر عملی خواهد شد؟ هر پیشنهادی که بر بهبود وضعیت کمک میکنن ما از خود تمکین نشان میتیم و او را یک ضرورت میداریم. و واقعا تا حال آنچه که پیشنهاد شده به او عمل شده؟ قطعا در نظام خواب اول خوب یک اصل در نظام های دموکراتیک گذشته از او همواره حکومت انعطاف نشان داده، تمکین نشان داده، پیشنهاداتی که مطرح شده برای بهبود وضعیت استفاده شده در گذشته و در آینده هم پیشنهادی که کمک کنه ما را برای موثریت کار حکومت ما استقبال میکنیم. ممنونتان، لطف کردین آقایان میثم و طوفان از اینکه تشریف آوردین. در این برنامه پس از خبر کوشیدیم که سخنگویان وزارت
امور داخله یا دفاع ملی را داشته باشیم. اما هیچ یک از این بزرگوارا تشریف ناوردند و دلیلشان هم این بوده که مصروف هستند. این چه مصروفیتی است که بیش از 8 برنامه هست ایشان را دعوت میکنیم، اما با تاسف که از بزرگواران هیچ نماینده ای نداشتیم و نداریم. اما خوشبختانه که آقای میثم را اینجا داشتیم و وعده سپردن که پیام ما را به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی انتقال میتن تا مسئولان را متوجه بسازن که اینجا سخنگویان به خاطر پاسخگویی پول میگیرن و یا معاش میگیرن. این موردی است که هر شهروند انتقاد داره از او. ممنون از حضور شما.